سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به استودیو لیون کامپیوتر. امروز خیلی هیجان زدم چون که لپتاپ GE66 ریدر شرکت MSI اینجاست. میخوام توی زمان کوتاهی در مورد دیزاین صحبت کنیم، مشخصات فنیش و تکنولوژیایی که توش به کار رفته شده. اگه همه چی خوب پیش بره میخوام یه بازی هم باش تست کنیم، پس تا انتها همراه ما باشید. خب قبل اینکه بریم سراغ صحبت در مورد طراحی و دیزاین لپتاپ، بذارید ما اینو وا کنیم که طبیعتاً باید شارژر و کابلای لپتاپ باشه. این کابل برقشه و اینم آداپتور و سیم برقش. خیلی آداپتور سنگینی داره واسه شارژ، قافلگی شده فکر نمی‌کردم واسه سنگین باشه. خب اینو بذاریم کنار، ما دیگه بیشتر از این نمونش صحبت نکنیم. خب می‌خواستم در مورد دیزاین لپتاپ صحبت کنم. لپتاپ GE66 ریدر شرکت MSI یکی از اولین چیزهایی که نظر ما رو نسبت به خودش جلب می‌کنه دیزاین و طراحیشه. این روزا لپتاپ‌های گیمینگ همیشه سعی می‌کنن خیلی طراحی شلوغی داشته باشن، نورپردازی خیلی جیغ و شلوغ و که اینجوری مثلا مخاطبای کم سن و سال‌تر و مخاطبای جوان‌تر رو به خودشون جلب کنن. اما لپتاپ GE66 ریدر شرکت MSI اینجوری نیست. یعنی از همون اول که بازش می‌کنیم طراحی شیک و سنگینی رو ازش می‌بینیم و این طراحی وقتی لپتاپ باز می‌کنیم صفحه‌شو هم کاملا مشخصه. البته این به معنی نیست که لپتاپ نورپردازی نداره، هیچ نوری نداره، بلکه اینجوری نواره RGB خیلی خوشگل داریم، رنگاش مرتب عوض میشن، خیلی خیلی ظاهر خوبی داده به لپتاپ و البته کیبوردش هم کامل بکلایتش RGB هست. حتی شما میتونید با نرم افزار مخصوص MSI هر کدوم از کلیدا رو هر رنگی که دوست دارید بهش بدید و در واقع یک کیبورد کاملا شخصی‌سازی شده از نظر نورپردازی رو داشته باشید. این خیلی فیچر هیجان انگیزیه. نورپردازی معمولی لپتاپ هم که همینه که دارید میبینید، مرتب عوض میشه و این شکلی ظاهر قشنگی بشه. بریم در مورد پورتای لپتاپ کنم صحبت کنیم. سیستم مورد خروجی به خیلی من هیجان زده کرده. خب بریم سراغ سیستم مورد خروجی آیا لپتاپ که خیلی من هیجان زده کرده، همون پورتاش. سمت چپ لپتاپ ما پورت USB تایپ C رو داریم که یه دونه جن 2 20 گیگابیت بر ثانیه پهنوان داره، یه دونه USB تایپ A داریم که باز USB 3.2 10 گیگابیت بر ثانیه پهنوان داره و یه دونه هم جک 3.5 برای خروجی صدا. خب بریم سمت راست لپتاپ این برای نگاه بکنیم. سمت راست خیلی خلوت، دو تا USB تایپ A USB 3.2 داریم که 5 گیگابیت بر ثانیه پهنوان داره و یه دونه هم استیکار دی داره که میتونید ازش استفاده کنید. بچه هیجان انگیز ماجرا پشت لپتاپه که ما یه دونه USB تایپ C 3.2 داریم جن 2 که 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باندشه و در واقع پورت کاندربولت، میتونید ازش تصویر بگیرید، تصویر تا خروجی 8K و 60 هرتز رو بهتون میده. یه پورت HDMI 2 داریم که تصویر 4K 60 هرتز میتونید نهایتا ازش بگیرید و یه دونه مینی دیسپلی پورت داریم 1.4 که اونم خروجی تصویر 8K 60 هرتز رو بهتون میده. اما بریم این در مورد مشخصات فنی لپتاپ صحبت کنیم و ببینیم که لپتاپ از نظر فنی چه مشخصاتی داره، چه قطعه‌هایی داخلش هستن و اینکه یه مقدار در مورد سیستم خنک کنندهش کوچولو صحبت کنیم. بریم بیاییم. اما می‌رسیم به هیجان انگیزترین بخش ماجرا، یعنی مشخصات فنی و سخت افزاری لپتاپ GE66 شرکت MSI. لپتاپ GE66 ریدر CPU 10875H داره، نسل 10 شرکت اینتل، 8 تا هسته 16 رشته، خیلی هیجان انگیزه. کارت گرافیک RTX 2070 سوپر 8 گیگابایت مموری GDDR6، 16 گیگابایت رم داره، 2 تا 8 گیگابایتی SSD NVMe داره 1 ترابایت که خیلی پرسرعت و خوب اساسی نتیجه ایده همونجوری که میدونید. صفحه نمایش خیلی هیجان انگیز داره، این در واقع خیلی منو جذب کرد. صفحه نمایشش پنلش IPS و فول HD حالا تا اینجا اوکیه، ولی نرخ بروز رسانی جهامون رفرش ریتش 300 هرتز 300 هرتز که میتونه واسه تجربه بازی های رقابتی، بازی هایی که خیلی کم تقاضان با مثل Counter-Strike Go، مثل Rainbow Six، این بازی ها رو میتونید با فریم ریت خیلی بالا روش تجربه کنید و چقدر تجربه نمیه. حالا بازی که میخوام بازی کنیم براتون هم تقریبا یه بازی سریع میتونیم از رفرش ریت بالا استفاده کنیم. خب گفتیم میخوام یه در مورد سیستم خنک کننده و کولینگ این لپتاپ صحبت کنیم. کولر این لپتاپ کولر بوست 5 تکنولوژی که خیلی پیشرفت کرده نسبت به نسل قبلی لپتاپ شرکت MSI. دو تا فن خیلی باریک البته خیلی قابل این ور و این سمت لپتاپ قرار گرفتن، دورشون با هیت پایپ پوشیده شده، هیت پایپ هم تو داخل سیستم پخش شدن، کار خنک کنندگی به بهترین شکل انجام میدن. ما موقع بازی کردن حس کردیم که این قسمت لپتاپ خیلی داغ میشه. فکر کنم این ویژگی بلور فن ها رو
برای همین قرار دادم، نمیدونم صداشون میشنوید یا نه. ویژگی بلوره که دو تا فنا با تمام قدرت دعا میکنن فاز هوای داغو میدن بیرون. حالا در مورد این بر در مورد این فنا بلور تو وقتی گیم هم بهش اشاره میکنید. بریم بازی تست کنیم. خب بچه های لپتاپ گیمینگ بدون گیم چه فایده ای داره؟ ما تصمیم گرفتیم یه بازی ران کنیم روی این لپتاپ، بازی دیویل میکرای 5، شاید انتظارش رو نداشتید. بازیه که اکشن سریعه واسه بلوک کشیدن رفرش ریت این لپتاپ، مانیتور این لپتاپ خیلی خوبه. البته رسیدن به نرخ فریم خیلی بالا اونم واسه سخت افزار لپتاپ که مشکل قدرت اینو داره مقدار سخته، ولی خب ما الان داریم حدود 160-150 فریم میگیریم و نمیدونی چه لذتی داره مبارزه با این نرخ فریم بالا. یه امکان بلور هم داره این لپتاپ برای فناش که اگه ما این کلیدو بزنیم فنای بلور شروع کردن کار کردن، چون این قسمت لپتاپ خیلی داغ میشه این فنای بلور رو کمک میکنن که هوای داغ خیلی با سرعت بره بیرون. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه از آنباکس و معرفی لپتاپ G66 ریدر شرکت MSI. خیلی لپتاپ هیجان انگیزی بود، ما تونستیم تو کوتاه‌ترین زمان ممکن در مورد طراحی صحبت کنیم، در مورد مشخصات سخت افزاریش، در مورد تکنولوژیایی که توش استفاده شده، و البته یه بازی روش تست کنیم، بازی که چطوری که شما نمیکنید دیویل میکرای 5. تونستیم یه تجربه خیلی روون باش داشته باشیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا آنباکس های بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.